سلام به بینندگان صفحه صدای غرجستان، فرشته فرزان هستم در خدمت استاد بزرگوار عنایت الله حفیظ، یکی از نامزدان ریاست جمهوری قرار داریم. میخواییم یک مصاحبه کوتاهی با ایشان داشته باشیم. استاد محترم، فعلا دو موضوع در افغانستان مطرح است: پروسه صلح و پروسه انتخابات. دیدگاه شما راجع به این دو پروسه چی است؟ تشکر خواهر گرامی، با عرض سلام خدمت شما و تمام بیننده ها و دخیب کننده های صفحه وزین صدای غرجستان. انشاءالله که در مصاحبه در خدمتتان بودیم. سوالات دیگه که انجام دادین سوال بسیار مناسب و سوال روز است. شما در یک سوال دو چیز را مطرح کردین که قبلا منجا گفتیم که انتخابات و صلح و وضعیت فعلی کشور. البته دو چیز برای مردم افغانستان بسیار مهم است. یکی روندی که نظام را ادامه میده و نظام را حمایت میکنه و انتخابات است و سایر موازی دیگه هم وجود داره و صلح هم از ضروریاتی و نیازهای شدید مردم افغانستان است که مانند آب خوردن، مانند هوا، مانند غذا، مانند خیلی مایحتاج زندگی، صلح هم برای هر انسان، برای هر موجود زنده بسیار با اهمیت است. بنابراین هر دو پروسه همزمان واقع شدن که بعضی ها میگه باید صلح شوه و بعد انتخابات شوه و بعضی ها میگه که باید انتخابات شوه و بعد صلح شوه. ما میخواییم نظرات خود خدمت شما در قسم درس بکنیم. اول اکو صلح را که ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای خارجی ایره تعقیب میکنه، ما از روی کرده از اینا و از تلاش های از اینا و مخصوصاً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا استقبال میکنیم و این رقمی نیک و بخیر صلاح و طلاح مردم افغانستان میده. اما سوالات رم که راجع به پروسه صلح هست، این برای مردم افغانستان و برای مردم مخصوصا سیاسیون افغانستان و تمام اقشار جامعه تشویشای را خلق کرده، بخاطر که صلح افغانستان 7 دور مذاکرات در قطر و 2 دور هم در مسکو، اینا از انظار عام مردم افغانستان و حتی از انظار سیاسیون افغانستان و بعضا از انظار حکومت وحدت ملی هم پوشیده و پنهان صورت گرفته. تشویش مردم به این است که یک روزی مبادا نشوه که امارت اسلامی به جای جمهوری اسلامی بیاید و یا دستاوردهای 17 ساله مردم افغانستان که او عبارت است تحصیلات خانم ها، آزادی خانم ها، آزادی های نسبی، مطبوعات، آزادی بیان، رسانه های جمعی و ده ها دستاوردی که در همکاری جامعه جهانی نصیب مردم افغانستان شده و اینا صدمه وارد شود و طالب ها بیاید در قدرت و اینا را همهش نابود بسازد. یک تشویش است که تمام مردم افغانستان دارد. تشویش دیگه ای که سیاسیون افغانستان دارد، مگه ما شاید در انزوای سیاسی قرار بگیریم و یا هم از صحنه سیاست افغانستان بالکل دور شویم. و تشویش سومی هم که مردم افغانستان داره، بخشی از مردم افغانستان اقوامی که با طالب ها همکاری ندارند، اینا میگه در صورت که امارت اسلامی بیاید سرنوشتی سایر اقوامی با همکاری در افغانستان چی میشه؟ بنان این تشویش ها بسیار جدی هست و کسایی که مذاکره میکنند این فکرم نباشه که مردم خب قبول داره همه چیز، نه، امکان داره که اگر این تشویش ها را نادیده بگیره و پروسه صلح تا
طور پیش ببره که این دستاورت های مردم افغانستان و تشویش هایی که خلق شده اینا هیچ لحاظ نشوه. باز ما نه تنها که این جنگ ختم یافته حساب میکنیم که یک به جنگ دیگه هم روبرو خواهد شد. این در راجع به پروسه صلح هست و دوم دیگه فعلا نماینده مردم افغانستان که در صلح اینا نقش خود بازی بکنم این حیث طرفی مردم افغانستان نماینده واقعی مردم افغانستان نیست. مثلا پروسه صلح را یا شورای صلح را یا جرگه صلح را که آقای غنی چند وقت پیش را اندازی کرده بود تمام سیاسیون افغانستان مخالف است و تمام احزاب سیاسی افغانستان در اشتراک نمی شود. حتی حکومت وحدت ملی که عبارت از دو سر است، یکی عبدالله است یکی غنی است، یک طرف از یه اشتراک نمی شود. و حتی شورای عالی صلح که خودش به خاطر صلح کار میکنه و وظیفش صلح هست، رئیس شورای عالی صلح و معاونین شورای عالی صلح، یک تعداد زیاد از اعضای شورای عالی صلح، اینا در این جرگه صلح اشتراک نداشت. پس امروز آقای غنی اگر به نمایندگی از مردم افغانستان با طالبه ها به یک نتیجه میرسه، ای باز هم ای سوال برانگیز است و نتیجهش امکان داره بر مردم افغانستان غیر قابل قبول باشه. به نظر ما یه است که اگر طالب ها قانون اساسی را قبول میکرد پیش از انتخابات و اینا یک کاندید میداشت برای ریاست جمهوری، واقعا اگر اینا میخواه و میبینه که افغانستان نصف افغانستان اراضی افغانستان استثناست و 30% افغانستان تحت کنترل گروپ های طالب هاست، اینا اگر واقعا به مردم باورمند است میامد استاد میشد کاندید ریاست جمهوری میکرد و برندی میدان میشد مردم برش تبریک میکرد. حالا که وقت از او گذشته دیدگاه ما راجع به صلح همی است که اول انتخابات صورت بگیره، نماینده واقعی مردم افغانستان که توسط مردم انتخاب میشه، چی ما باشیم، چی غنی باشه، چی عبدالله، چی رتمر، چی کلکوزه، هر کسی باشه، هر کسی که باشه، او را که از درون انتخابات و توسط یک انتخابات وجود میاید، او نماینده واقعی مردم افغانستان هست، او میدانه با طالب مذاکره بکنه و راجع به صلح صحبت. و مورد مهم دیگه ای است که آیا غنی یا احزاب سیاسی یا کسی دیگه ای که نماینده مردم افغانستان میشه ده ها هزار حتی صد ها هزار قربانی را که در طول از این چند سال داشتیم، عبارت از اطفال، خانما، جوانا، مردم ملکی، مردم بیگناه، مردم قوت های مسلح که توسط طالب ها چی در سنگر و چی در انتحاری ها و حملات حراس افغانانه و توریستی اینا شهید شده، اینا را آیا رئیس جمهور افغانستان بخشیده میتانه یا نمیتانه؟ این دیگه طرف است. بنابراین خب صلح به این آسانی ها آمدنی نیست و صلح هم که میاد اگر کسی بخواید صلح را بیاره و هیچ کس را لحاظ نکنه و او پایدار نخواد. راجع به انتخابات مشکلات خود دارد. آقای اشرف غنی تلاش زیر میکنه که به یک نحوی از انها انتخابات را به نفع خود مهندسی بکنه. ما هم هنگی هایی که با سایر کاندیدا و نامزدهای ریاست جمهوری داریم و مذاکرات ما هر روز جریان داره که تلاش کنیم که آقای غنی را مهار بکنیم و آقای غنی را جلوش بگیریم از دخالت و دسترازی در امور انتخاب. و جامعه جهانی هم با این خواست ما کاملا موافق هست، اما آقای غنی خودسری ها و خیرسری های خود دار، ما تلاش های خود میکنیم و وقتی تلاش های خود کردیم باز همی به خیلی سری های خود ادامه داد
اگر ما بتانیم که ابدا کاندید را هماهنگ بسازیم و جز از آقای غنی که انتخابات را تحریم بکنیم، آقای غنی خود به خود نابود میشه و انتخابات شدنی نیست. بنان گزینه های مختلفی برای مهار ساختن آقای غنی قبل از انتخابات ما روی دست داریم و بعد از انتخابات هر کسی که بیاید از به اساس رای مردم بیاید، در اثر یک انتخاباتی شفاف و عاری از تقلب و تخلف بیاید، مردم افغانستان میپذیرند چی ما باشیم دیگر ها میپذیرند، چی دیگر ها باشیم مخواد پذیرند. دیگه سوال چی دوران حکومت وحدت ملی به پایان رسیده، آیا ادامه حکومت داری حکومت وحدت ملی را شما قانونی میدانید یا خیر؟ البته روزی که حکومت وحدت ملی به وجود آمده تا الان قانون اساسی تعطیل است. چرا قانون اساسی تعطیله؟ به خاطر که حکومت وحدت ملی به اساس آرای قاطبه مردم افغانستان به وجود آمد، به اساس یک نزاعی که بین قبل از اعلان نتایج انتخابات که انتخابات در دور دوم کشانده شد، قبل از اینکه نتیجه انتخابات اعلام شود، نزاع بین هر دو طرفی که در رقابت بین خود اشتراک کرده بودند و در رقابت پرداخته بودند، نزاع ایجاد شد و این نزاع تا به جای کشانده شد که ایالات متحده امریکا و مخصوصا آقای جان کری وزیر خارجه امریکا آمد و اینا را نشست بین از اینا و به یک توافق رسید. حکومت وحدت ملی برخواسته از یک انتخابات نیست و مطابق قانون اساسی تشکیل نشده. اینا یک توافق نامه امضا کردن و تعهدات را داشت. تعهد اول را که سران حکومت وحدت ملی داشت که تا سال دوم انتخابات چند کار عمده انجام بدن، از جمله اینا سیستم انتخابات را بسازن، اصلاحات انتخاباتی را با وجود بیاره، قانون اساسی افغانستان لوی جرگه قانون اساسی را تدبیر بکنه و قانون اساسی افغانستان اصلاح بکنه، تعدیل بیاره و مخصوصا جایگاه ریاست اجرایی و یا هم سطر اعظمی در قانون اساسی افغانستان روشن شد. اینا متاسفانه یا نخواستن یا نتانستن در دو سال تعهدات خود انجام، وقتی تعهدات خود انجام نداد دو سال دیگه هم پوره شد، باز هم بعد از دو سال سه سال است که خلاف تعهد خود اینها انجام وظیفه میکنند و بعد از او تا اول جوزا هم فکر مردم به این فکر بودن که تعهد هم که شکستاندن، قانون هم شکستاندن، شاید برای ادامه حکومت، ادامه نظام، نه حکومت از اینا، برای ادامه نظام اینا به قانون اساسی پابند باشه و بتانه که یک حکومتی مطابق قانون اساسی را و ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی را در اول جوزا به وجود بیاره. اینا در اول جوزا انتخابات برگزار نتانستن. وقتی انتخابات برگزار نتانستن اینا بهانه کردن. بهانه کردن که کمیسیون ها تازه تغییر خورد و اینطور شد اینا. نظر ما ای است که و ای تأکیدم میکنم که اینا تعهد خود عمل نکردن، قانون اساسی رو زیر پا ماندن. اگر اینا نخواستن که در اول جوزا انتخابات برگزار شود، قصدن بوده یک خیانت است و خیانتکار باید جزای خود رو ببینه، یا عین و غین هر دویش خیانتکار است. و دیگه ای است که اگر اینا قصدن نخواستن، غفلت کردن، همین هم باید مجازات شود. به خاطر که یک مامور، یک عسکر در بستی پنج و شش اگه کار میکنه، مثلا یک عسکر غفلت میکنه، سنگر از پیش خود میکنه یا تفنگش به جایی فایر میکنه، یا یک مامور غفلت میکنه برق شارتی میکنه، اینا از شش ماه تا شش ساله مستحق زندان میشه. اینا مملکت در این حالت کشانده به سر غفلت، اگر قصدن نخواسته خیانت است.
اگر تغافلی کرده هم غفلتی وظیفوی جرم پنداشته میشه، بنان اینا باید به محکمه کشانده شود و عدالت بالای ازنا تطبیق شود. و دیدگاه تیم ما که تیم خادمین ملت افغانستانی است که هر فعالیت ازنا و هر حکم ازنا و هر اجراعات ازنا در طول از 5 سال خلاف قانون بوده، مخصوصا از اول جوزا و بعد، ما اعلام کردیم که تقرریای از اینا، قراردادهای از اینا، مصاریف از اینا، وقتی ما حاکم از این مملکت بشیم اینا را به خلاف قانون اعلان کردیم و نمیپذیریم و اینا را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم، مخصوصا کسایی که اینا عزل کرده از وظیفهشون. از بعد از اول جوزا خیلی انسان ها را از وظیفهشون عزل کرده، برطرف کرده. هر برطرفی، هر عزلی که خلاف قانون اساسی، خلاف اصول استعفا و خلاف یعنی کسی فوت نشده باشه یا کسی استعفا نکرده باشه یا کسی به سن تقاعد نرسیده باشه، اینا را برطرف کرده باشه، ما از اونا خواستیم که اگر میتونید به وظیفه تان ادامه بدید. اگر هم ادامه نمیتین و کسایی که این کار را باعث انجام از کار شدن، وقتی ما حکومت را گرفتیم اونا را کلگیش به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میکنیم و این کسایی که از وظیفه باز مانده و برکنار شده از عموم روز مستحق تمام امتیازات است و به وظیفه خود برگرده و ادامه میده. و از دیدگاه از ما ادامه حکومت وحدت ملی هیچ توجیه قانونی سیاسی حتی توجیه اخلاقی ندارد. و یک تعداد کسایی که میخواهد که توجیه بکنه که غنی نباشه چی میکنیم، غنی اگر باشه چی میکنیم، در 5 سال غنی چی کار کرده، در 5 سال وظیفه مردم بوده که جنازه های عزیزای خدا ببره در تفاهات نفر، وظیفه غنی ای بوده که از دلار از 56 به 81 و 82 برسه، وظیفه غنی ای بوده که دروازه های پهنتون بسته بکنه، وظیفه غنی ای بوده که سهمیه بندی کانکور به وجود بیاره، وظیفه غنی ای بوده که استر جنرال ها و دگر جنرال ها را از وزارت دفاع پس کنه، انسانایی که یک روز سلا را به دست نگرفته و از امور نظامی چیزی نمیفهمه ایران را در رأس نظامی در رأس تشکیلات نظامی بیاره. وظیفه غنی نابودی افغانستان بوده. این مردمی که بهانه میکنه که اگر غنی نباشه که به جای غنی هر کسی باشه از این بهتر. تشکر استاد. اگر شما کامیاب شوی طرفدار کدام نظام هستیم؟ نظام پارلمانی یا ریاستی؟ خب در دنیا در حکومت های مردم سالار دو نوع نظام هست، یکی نظامی ریاستی است و یک پارلمانی. و در یکی از کشورهای دنیا که نظامش مردم سالار است شورایی است، فکر می کنم یا نیوزلند است یا سویزرلند، دو کشور یکش است که شورایی داره میشه دیگه، تقریبا 50-50 هست در دنیا که نصفی کشورهای دنیا ریاستی هست و نصفی دیگه هم سطر از هم است. با در نظر داشت شرایط فعلی افغانستان و شکنندگی هایی که وجود داره، برای 2 دهه دیگه هم نظام ریاستی باید ادامه پیدا بکنه. بعد از 2 دهه اگر افغانستان به سوی بهبودی در حرکت بود و از ما هدف ما ای است که تا 2 دهه دیگر هم که 4 دور انتخابات میشه همین نظام ریاستی بهتر است. بعد از اون میتونیم مطابق شرایط روز نظام صدارتی رو پیشنهاد کنیم، نظام فدرالی رو پیشنهاد کنیم. فعلا بغیر از نظام ریاستی دیگر چیزها، دیگر نظام ها در اینجا باعث پراگندگی و انارشی و بدبختی های دیگر میشه. بنان باشید در نظر دارش شرایط فعلی نظام ریاستی رو مهمه. اگر شما طرفدار نظام ریاستی هستین پس در حکومتتون ریاست اجرایی رو خواهید داشت یا نه؟ ریاست اجرایی هیچ معنا نداره، نه دیگه، همون اداره امور همون چیزها را کم تقویت میکنیم.